بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که با در خدمت شما عزیزا قرار داریم. از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که درس ها برای شما عزیزا مفید تمام شود، میریم به طرف درس دیگی از ریاضی صنف نهم. به ادامه درس های قبلی، این بار تحت عنوان رابطه بین مثلثات و قضیه فیثاغورس. رابطه بین مثلثات و قضیه فیثاغورس و قضیه فیثاغورس اندوسیس، صفحه 108. البته در قسمت فعالیت، همین فعالیتی که در کتاب هست. خب دوستان عزیز، البته همین فعالیتی که در کتاب هست بسیار یک موضوع مهم است. این همین فعالیتی که در کتاب است. ببینید دوستان عزیز، این گپ بسیار مهمه براتون میرسونه. دقت کنیم یک بار که متوجه شوید. اگر ما یک مثلث قائم الزاویه را در نظر بگیریم، این مثلث قائم الزاویه، خب اضلاع قائمش به ترتیب ای باشه 8، ای باشه 6. مثلث قائم الزاویه، ای زاویه هم زاویه الفا. خب دوست عزیز، شما میفهمین که مثلثات چی بود؟ رابطه بین زاویه و اضلاع مثلث. مثلا اینمی زاویه با اینمی اضلاع چی رابطه داره؟ این مطالعه علم مثلثات. خب باید اول اینی ای زاویه، اینی زوله که در پالش نشته میشه، ایرم به نام زول مجاور میگیم، درست است؟ و ایره زول مقابل. چرا زول مقابل؟ که در مقابل ای زاویه قرار گرفته. ایره واتر میگیم. خب اول اینجا واتر نامعلوم است، باید پیدا کنیم. اینجا ببینین که بین مثلثات و قضیه فیثاغورس رابطه پیدا شد. چرا؟ قضیه فیثاغورس چی بود؟ قضیه فیثاغورس در دسته خوندین، میگه در یک مثلث قائم زاویه مربع واتر، واتر اونمون زوله رو میگه که در مقابل زاویه قائمه قرار میگیره، مربع نظمی مساویس با مجموع مربع دو زوله قائم، این زول و این زول که آمدن اینجا زاویه قائمه یا 90 درجه را ساخته. این قضیه فیثاغورس است. یعنی چی؟ یعنی اگه می واتر ما یک نام سرش بانیم، فرض میکنیم چی نام سرش بانیم؟ بیایم یک نام گذاری کنیم خودمان A, B, C، یعنی A, B نامش بانیم. اینمی A, B مربع مساویس و اینی زل امرای ای زل که مربع شود جمع شود، یعنی B, C مربع جمع چی؟ A, C مربع. یعنی درست؟ خیلی A, B مربع مساوی و چی میشن؟ B, C. بی سی چند است؟ 8. 8 که مربع شود 64 جمع ای سی. ای سی ای سی چند است؟ 6. 6 که مربع شود 36. از اینجا ای بی مربع مساوی میشه، داره که جمع کنیم 46 در صفر اصل 1 1 و 3 4 4 و 6 10 صفر، هر دو طرف که جذر بگیریم ای بی مساوی میشه و جذر صفر که بگیریم 10. پس وطر قیمت چه پیدا کردیم؟ چم شد دو سیزی؟ 10. این قضیه چی برای ما پیدا کردیم؟ قضیه فیثاغورس. این چی پیدا کرد دوست عزیز؟ قضیه فیثاغورس. قضیه فیثاغورس چی بود؟ مربع واتر، مربع واتر مساوی بود با مجموع مربع اضلاع قائم که قیمت چی را پیدا کردیم؟ ای بی. اینال رابطه ایزی با مثلثات، رابطهش با مثلثات چطور؟ که عنوان درس بود. اینال میفهمیم که رابطهش با مثلثات به این ترتیب است. کنین مثلثات چی میگن؟ میگه زاویه الفا ساینش، ساین زاویه الفا مساویس با ضلع مقابل بر واتر. تعریف ساین، ضلع مقابل بر چی؟ واتر. اینه می خودش رابطه بین اضلاع و ظواهر مثلثات گفته بودیم شما. اینال مساویس با ضلع مقابل چند است؟ 6. واتر چند است؟ 10. یا مثلثاتش دیدی؟ رابطه بین قضیه فیثاغورس و مثلثات. کوساینش تو، کوساین زاویه الفا تعریفی چی است؟ کوساین ضلع مجاور بر واتر. ضلع مجاور کدام ضلع بود؟ اینی که در پولی زاویه الفا است. ضلع مجاور چند است قیمتش؟ 8.
واتر چند است پیدا کنیم از روی قضیه فیثاغورس اشک برده تانجان چطور دوست عزیز؟ تانجان تالیفشی است زل مقابل زل مقابل بر زل مجاور خب اینا زل مقابل چند است دوست عزیز؟ اینه میریم 6 زل مجاور چند است؟ 8 اینه هم قیمت تانجان 3 نسبت دیگه مثلثاتیشه ما شما گفتیم که سرچپی است یعنی سرچپی ساین یک نام داره سرچپی کوساین هم سرچپی تانجانت هم سرچپی تانجانت هم کوتانجانت میگن چی میگن؟ کوتانجانت کوتانجانت چیه میگن؟ تانجانت ظل مقابل بر مجاور است این ظل مجاور بر ظل مقابل ظل مجاور بر ظل مقابل درست است؟ یعنی مساویس عشت باشه خب سرچپی کوساین چیست؟ دوست عزیز؟ سرچپی کوساین بیره براتون پاک میکنم که دیگه شما میگه نشه کنم براتون سرچپی کوساین نامش سیکنت هست دوست عزیز نامش چیست؟ سیکنت سیکنت چی مانا؟ کوساین چی بود؟ ظل مجاور بر وتر این رو سرچپه کنیم وتر بر ظل مجاور وتر بر ظل مجاور ایناله هشت برداشت سرچپش کن دهی برشت خب سرچپی ساین چیست؟ نامش کوسیکنت هست دوست عزیز کوسیکنت الفا خب ساین چی بود؟ ظل مقابل بر وتر این سرچپی چیست؟ وتر بر ظل مقابل وتر بر ظل مقابل قیمت ها شما این دوست عزیز؟ وتر این بود شش برده سرچپیش کنین دهی بر شش شش نسبت مثلثاتی را پیدا کنیم از کجا پیدا کنیم؟ از قضیه فیثاغورس عنوان درس چی بود؟ رابطه بین قضیه فیثاغورس و مثلثات دیدین دوست عزیز که بین مثلثات و قضیه فیثاغورس چی رابطه وجود داره؟ یک گپ دیگه دوست عزیز فراموش نکنیم که هم در نمی فعالیت گفته شده خب این بود مثلث قائم زاویه درست است؟ نامش A B C این زاویه هم زاویه چی؟ الفا این زل نامش چی بود؟ زل مجاور این را نامش چی گفتیم؟ زل مقابل این را چی گفتیم؟ وتر چطور وتر را میشناسیم؟ که در مقابل زاویه قائم قرار میگیره زل مجاور چطور؟ در پولوی زاویه الفاظ زل مقابل چطور؟ مقابلش خب میگن که مربع خب زل مقابل بر وتر نامش چی بود؟ ساین بود ساین یعنی؟ خب اینان قضیه فیثاغورس یک گپ دیگر هم برای ما یاد میده او چی گپ هسته کنین؟ اگر ما زل مجاور نامش اکس بونیم چی بونیم دوست عزیز؟ اکس زل مقابل نامش وای بونیم و وتر نامش آر بونیم شما قضیه فیثاغورس را تطبیق کنین در بالای زی قضیه فیثاغورس چی میگفت؟ میگفت مربع وتر مربع وتر یعنی آر مربع مساویس بر مجموع مربع دو زل قائم یعنی زل از این سو آمده این زل از این سو آمده زل قائم که میگم این زاویه قائمه ساخته یعنی x مربع جمع y مربع وتر مساوی با مجموع مربع از لایه قائم خب اینا میگه شما اطراف تقسیم آر مربع کنید سه کنید چی پیدا میشه دوست عزیز اطراف تقسیم چی میکنیم آر مربع هر عدد تقسیم خودش یک مساوی است x بر آر x چیست ظل مجاور آر چیست وتر ظل مجاور بر وتر نامش چی بود از درس پیشتر بگید نامش چی بود امی درس امیلا امیل است نامش چی بود ظل مجاور بر وتر کوساین کوساین چون مربع است کوساین مربع چی نمی زاویه دیگه الفا جمع ای وای چیست یعنی ظل مقابل نیست بر وتر ظل مقابل بر وتر نامش چی بود ساین چون مربع است ساین مربع ساین مربع الفا درست پس بین که یک رابطه پیدا شد و اون رابطه چیست؟ یا هم از قضیه فیثاغورس پیدا شد یعنی ساین مربع الفا جمع کوساین مربع الفا مساویس با یک ساین مربع الفا جمع کوساین مربع الفا مساویس با چی دو سایزیس؟ یک انشالله که این گپ هم در پولوی ای که رابطه بین قضیه فیثاغورس و مثلثات چی است این رابطه دومش هم فراموشتان نشه و یکی رابطه پیشتر بود
که براتون گفتیم و که ساین و کوساین و تانجانت پیدا کنیم و از طرف دیگه از روی قضیه فیثاغورس ایرابه تران پیدا کنیم که ساین مربی الفا جمع کوساین مربی الفا مساوی است به چی؟ به یک. اینی دوستان عزیز فراموشتان نشه، انشاءالله یادتان میمونه. بیاین که همین دوتا رابطه اگه که براتون فعالیت سینفی بتیم کار کنین که فراموشتان نشه. فعالیت سینفی، فعالیت سینفی. رابطه بین قضیه فیثاغورس، قضیه فیثاغورس و مثلثات را با مثال توضیح کنید. این دوسته انشالله که کار کنین فراموشتان هیچ نمیشه. تشکر از توجهتان. تا ساعت دیگه که در خدمتتون قرار بگیریم شما را به خداوند یکتای بی همتا مسپاریم. تشکر از توجهتان.